آقای خدابخشیان، دو تا نکته اینجا مطرح هست که یکی این بحث مربیگری، باز من میخوام برگردم به اون و علتی هم که این بحث رو مطرح میکنم، علی هم از برزیل اشاره کرد که شاید فضا کمی تغییر بکنه برای ماندن کیروش، ممکنه کیروش خودش نخواد دیگه در ایران باقی بمانه و پیشنهادهای بهتری بهش ارائه بشه و از این گرفتاری هایی که شما اشاره کردید از فدراسیون بخواد خودش حتی به شکلی نجات بده. ولی پرسشی که مطرح اینه که الان فردا بعد از کیروش یک مربی داخلی قراره مثلا بیا تیم ملی رو در دست بگیره، صحبتایی هست گفتن آقای فرکی احتمالاً ممکنه مربی بعدی تیم ملی باشه برای رفتن به جام ملت‌های آسیا. آیا یک مربی داخلی، من این رو از این جهت می‌پرسم که در برنامه قبلی شما مربی ایرانی رو به مربی خارجی ترجیح دادید و صراحتاً از این ایده دفاع کردید، الان با این وضعیتی که ما شاهد هستیم می‌تواند یک مربی داخلی بیاد و در حد و اندازه یک کاری که کیروش کرده ظاهر بشه، بتونه اشکان دژاگیا و رضا قوچان نژاد و علیرضا جهانبخش و این بچه‌ها رو بتونه که در خارج از کشور شجاعی ندارن بازی میکنن، اینها رو بتونه انتظارات اینها رو برآورده بکنه؟ اتفاقا اجازه بدید سریع پرسشی که از محمود خان کردید توضیح بدم چرا بعد از نیجریه ما چنین بازی کردیم. اولا تیم‌های همتراز بازیشون خطرناکتر و نزدیکتره. دوما آرژانتین نبود. یک نکته‌ای که در این جام جهانی شما در تمام تیم‌ها باید برید و اول اون رو در نظر بگیرید بعد تحلیل کنید، تمام تیم‌های بزرگ جهانی به ویژه اروپایی‌ها و آمریکای لاتین خسته هستند. همین مسی نگاه کنید تا پریروز توپ می‌زد، اصلا فرصت استراحت نکرده. اون آگوئرو رو دیدین؟ هیچ، صفر. تیم ایران اون رو صفر نکرد، اصلا آگوئرو الان صفره. هگوین خسته است. بنابراین مرتکب خطای باصره نشیم، فکر کنیم یک بازی اتفاق میفته. دوما آقای کیروش تکنیسیان خیلی خوبیه، مثل آقای دیو سکستن، مثل جلال طالبی ما. جلال طالبی تکنیسیان خوبی بود ولی مدیر تیم نبود. آخرش در واقع همیشه با بازیکناش نمیتوانست حرف آخر رو بزنه. آقای کپلو تکنیسیانه، الان نگاه کنید بعد از شکست در انگلیس الان در روسیه هم ناموفقه. پس بنابراین دوچار گرفتاری به تحلیل های ناجور نشیم. 95% اصلا کردیت مال آقای کیروش. اگر آقای کیروش، سیامک من از خود شما میپرسم، علی کریمی رو در تیم داشت، مهدوی کیا رو داشت، علی دایی رو داشت، خداداز عزیزی شیطنک رو داشت، شما فکر میکنید این تیم این گونه بازی میکنه؟ امکان نداشت. دژاگه با علی کریمی فرق داره. علی کریمی برای خودش بازی میکنه و بعد تیم. دژاگه ناچار بود به خاطر اینکه در فوتبال انگلیس توپ زده بود اول برای تیم بازی کنه بعد برای خودش. همینجور هم آقای قوچانی نژاد. پس فکر کنید این اختلاف فرهنگی کمک کرده با آقای کیروش. اگر میگید آقای کیروش بماند یا میرود، به نظر من میرود. چرا بماند؟ آقای کیروش بزرگترین کردیتی که احتیاج داشت با تیم ملی ایران گرفت. چرا بمونه؟ چیکار کنه؟ 4 سال دیگه چیکار خواهد کرد؟ دوما آقای کیروش نیامده فوتبال ایران رو بنیادی بسازه، نه اصلا چنین فکری نکرده. ما باید به فکر فوتبال خودمون باشیم، اون فدراسیون دلغک باید به فکر خودش باشه که یک مشت آدم های ناجور هستن، مثل همه سازمان های دولتی، یا امنیتی هن یا اطلاعاتی هن. مگه اینجوری میشه یک ورزش رو ساخت؟ بنابراین چرا من میگم مربی داخلی؟ درست میگی شما، اتفاقا نکته ظریفی انگوش گذاشتی روش. آیا دژاگه و بازیکنهایی مثل دژاگه و قوچانی‌زاده و دیگران به یک مربی ایرانی گوش میکنن؟ نه. پس چه پیش خواهد آمد؟ همه این مربیای ایرانی که حالا دلغک بازی در میارن یا به هم دیگه فحاشی میکنن یا شب و روز معلوم نیست دلالی میکنن یا مربیگری، ناچار خواهند شد هم آیکیوشون رو ببرن بالا، هم برن دوره ببینن که مربی بشن. این خدمتی است که این تیم فوتبال با این حادثه به فوتبال ایران کرده. دیگه بیشتر از این نری، این تیم بیشتر از این نیست. همینه، ممکنه حتی دوره دوم بره به خاطر اینکه بوسنیا چی داره ببازه.